راست عاشورا همین. وانگهی از عاشورای 61 هجری تا حالا که چند شده، من حساب سال هجری قمری هم از دستم رفته، بالای 1400 سال شده، تا حالا روزه خوانده میشه و هر روزه خانم باید روزه نو بخونه که مردم گریه کنه، روزه ای رو که همه شنیده که خب به او گریه نمی کنه. و معلوم است حساب روزه که با این شکل چی می شود. ما فقط از حسین ساختیم مصیبت، روزه، گریه، ناله، ماتم. زینب یک زن اشکالود، عیال حسین در بدر و بیچاره، امام حسین هم یک بیچاره ای که کشته شد و از خود دفاع نتوانست. در سیمای روزه این رو ساختیم، این شده هویت شیعه. هویت گریان، اشکالود، بی پناه، راه گم کرده، بیچاره، همه دروازه ها بر رویش بسته. این یک. دو، چسبیده ایم به یک سری مسائل اسطوره‌ای. علما، طلاب، شما شاهد من باشید که من او جنبه های الهی شخصیت امام حسین رو منکر نیستم، ولی به خدا قسم او جنبه ها مشکل ما رو حل نمی کند، برای که در اون جنبه ها برای ما غیر قابل اقتداست. پیغمبر رفت به آسمان ها، ما از معراج پیغمبر مجبور نیستیم او را اطاعت کنیم و برویم مانند او براق پیدا کنیم یا رفرف پیدا بکنیم و امثال اینها، بریم به عند سدرت المنتهی. ما فقط به او جنبه های هدایتی که برای ما پیغمبر گذاشته موظفیم از او اطاعت بکنیم و دنبال روی نماییم. از امامان، از پیغمبران ما مسئولی پیروی جنبه های انسانی شخصیت اونها هستیم. امام حسین به عنوان فرشته شهید نشده، به عنوان ملائکت الله شهید نشده، به عنوان حاملین عرش شهید نشده. امام حسین به عنوان یک انسان مافوق، یک انسان نمونه، یک انسان برجسته، یک انسانی که به مقام ولایت رسیده و جزء اولیاء الله شده، او هم از خاصان اولیاء الله شده، به این عنوان برای ما قابل پیروی است. من نمیگویم او جنبه ها رو کس مدح نکند، اما چیزی که ما رو دست ما را میگیرد امی امام حسین که مثل یک انسان نمونه از مدینه حرکت کرد، به مکه رفت، از مکه به کربلا آمد، در کربلا شهید شد و کارهایی کرده و حرفهایی داره. این امام حسین برای ما امام است و قابل پیروی. این رو گذاشتیم، او رو گرفتیم. و بعد آنچه که باز مراسم عاشورا و هویت عاشورایی ما را در دنیا تعریف میکند، سینه زنی است. سیزن زنهای عزیز، توجه داشته باشید که ما ملاها بسیار چال بلدیم. یک وقت به شما چال نزنه که شفق شما را رد کرد. دقت میکنید؟ من میخوام بگویم که این زنجیر و این سینه زنی و این تیغ ها وقت هویت عاشورایی ما رو احتوا کند، دنیا از ما نمیپذیرد و ما رو ذلیل میکنه. سینه زدن وقت خوب است که او هویت واقعی عاشورایی ما قسمی برجسته شود که اینها جز مناسک و مراسم عاشورایی و فرهنگ عاشورایی باشد. ما نماز رو میخوانیم، بعد از نماز تسبیح میگوییم، نمیدانم قرآن میخوانیم، دعا میخوانیم و امثال اینها. اینها نماز نیست. نماز نماز است، اینها نماز نیست، ولی زیباست. عاشورا باید خودش باشد، او حقیقت حسینی اینجا باید جلوه کند.
همویی که گاندی افتخار میکند که من پرورش یافته دامان آشورای حسین هستم. بعد اینا جز مناسک باشد، باشد، در حد مقبول باشد، زیبا هم هست، ممکن است مؤثر هم باشد، ولی وقت ما امام حسین را فقط با همین هویت مطرح میکنیم این پیام نداره. پیام آزادی خواهی نداره، پیام آزادگی نداره، پیام کرامت نداره، پیامی که در عاشورای امام حسین دنبال آن به عنوان اصلاحگر بزرگ، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این پیام ها به دنیا منتقل نمیشه. پس بیایید ما عاشورا را واقعا عاشورا بسازیم، کمر به گریه کردن بسته نکنیم اما بگریم، کمر به گریاندن بسته نکنیم اما بگریانیم، کمر به سینه زدن بسته نکنیم اما سینه بزنیم، ولی آنچه ما برای او کمر بسته کنیم باید این هویت را هویت مقبول، مترقی، زیبا و انسان پسند و معقول عرضه کنیم تا مردم بدانند ما شیعیان یک هویت مترقی، یک هویت پیشرو، یک هویت انسانی، یک هویت که برای انسانیت فکر میکند، این رو داشته باشیم. هر کسی بیاید در رابطه با متن قضیه عاشورا تحقیق کند به همین نقطه میرسد که امام حسین اگر برای خودش و عیالش کار میکرد این کارو نمیکرد، میتوانست زنده بماند، حتی میتوانست معاون یزید شود، میتوانست پولدار شود، در کنار کاخ سبز معاویه یک کاخ مثلا فرض بکنین سرخ یا برنگ دیگر برای خود ایجاد بکند، این کارو میتوانست، اما نکرد برای که انسانیت نابود نشه، برای که آزادی نابود نشه، برای که کرامت نابود نشه، برای که انسانیت در سیمای شام و شریعت در سیمای یزید و پیغمبر در سیمای حکومت اولاد ابو سفیان در ذهن مردم منعکس و ترسیم نشود. به خاطر این امام حسین تسلیم نشد، شهادت رو پذیرا گشت، کرامت رو حفظ کرد، آزادی رو پاس داشت، انسانیت رو حرمت گذاشت و حرمت انسانی را عظیم و فربیح و قوی و مستحکم ساخت تا بعد از حسین حسینیان در طول زمان این راه رو ادامه بدن و این راه را به سرانجام برسانن. بیایید برادران عزیزان در رابطه با این هویت فکری شود و ما تغییرات بیاوریم. و دقت بکنید شکل این محافل، شکل همین محافلی که امروز در همه دنیا رایج است، من زیاد تحقیق نکردم ولی فی الجمله می دانم کسی که این گونه مجالس روزخانی رو را انداخته بیشتر ملا واعظ کاشفی است، اگر من نامش رو فراموش نکرده باشم، امو که روزت الشهدا رو نوشته کرده، تا هنوزم یاد امام حسین روزه یاد میشه از نام همو کتاب ملا حسین کاشفی گرفته شده یا نامش چیزی دیگر است، حالا حافظه ما صحیح کار نمی کند، کتاب روزت شده او اولین یا از روزخانهای اولیه هست و یک سنی است. و اتفاقا در آغاز مذاهبی قدر فاصله نداشت، شیعه ها قاچاق بود، نمی توانست عاشورا رو تجلیل کنند، سنی ها تجلیل می کرد. روزخان های اولیه سنی ها بودند و به این شکل همو ملا حسین کاشفی است یا هر که از صاحب کتاب روضت الشهدا این شکل روزخانی رو به وجود آورده. و از آغاز عاشورا تا به امروز ما در مراسم عاشورا هیچ تحول ایجاد نتوانستیم، هیچ ابتکار نتوانستیم، هیچ نوآوری نتوانستیم. ای کاش این محافل گرده هم می آمدن و در ختم هر محفلی
یک قدمی برداشته می شد برای دستگیری از ایتام به یاد دختر 3 ساله حسین. ای کاش در پایان هر محفل قدمی برداشته می شد در راه حمای از خانواده های بی سرپرست به یاد عیال امام حسین. ای کاش در پایان هر برنامه قدمی برداشته می شد در رابطه با حمایت از مریضان بی دارو و دوا و بی امکانات به یاد امام زین العابدین. ای کاش در پایان هر جلسه گامی برداشته می شد در راستای دفاع از معلولین که امروز کم هم نداریم به یاد داستان بریده ابوالفضل العباس. و ما متاسفانه سوژه های کربلا رو فراموش کرده ایم. سوژه های کربلا رو اگر زنده کنیم به عنوان حمایت از سوژه های کربلا کارهای بکنیم، او موقع است که دنیا در برابر عظمت اسلام، در برابر عظمت امام حسین، در برابر عظمت عاشورا و در برابر عظمت شیعیان عاشورایی زانو به زمین خواهد زد. وای اگر از تربون امام حسین ما به امام ابو حنیفه جسارت کنیم، به مالک جسارت کنیم، به شافی جسارت کنیم، به سایر فرق اسلامی جسارت کنیم، به ادیان الهی جسارت کنیم که این کاملا در راستای دشمنی با امام حسین است. چرا ما برای حسین دشمن می سازیم؟ چرا ما برای شیعه دشمن می سازیم؟ چرا ما برای هزار دشمن می سازیم؟ ما به مسالمت نیاز داریم، ما به برادری نیاز داریم، ما به دوستی نیاز داریم. امروز خصومت زندگی رو در کام تمام مردم افغانستان تلخ کرده. هر پیرزنی، هر طفلی، هر جوانی، هر ناتوانی، هر قدرتمندی آرزو دارد کاش برادری در افق افغانستان لبخند زند، کاش دوستی اینجا لبخند زند، کاش افغانی ها مقدم یک دیگر رو گلباران کند، کاش دست هم دیگر رو بگیرد و صورت هم دیگر رو بوسه کند، که پولدار آرام شود، فقیر آرام شود، زن آرام شود، مرد آرام شود، جوان آرام شود، پیر آرام شود، متعلم و محصل آرام شود، استاد آرام شود. هر کس بپردازد به کاری که مربوط آن است و در آن صورت کشور آباد خواهد شد. وقت استاد درس داده نتواند، شاگرد درس خوانده نتواند، کارگر کار نتواند، مؤسسات صنعتی تعطیل شود، بازار تعطیل شود، کشاورزی تعطیل شود، امید در مردم بمیرد، این کشور جز بدبختی و بیچارگی چه جلوی روی آن خواهد بود؟ ما چرا با دستان خود خراب میکنیم؟ ای برادر سنی، آیا از زدن شیعه تو خوشبخت میشی؟ 1400 سالی کارو کردیم نشدیم. شیعه اگر همه سنی رو خدا ببرد تو خوشبخت میشی؟ پشتو میتوانی با نابودی دیگران یا با تحقیر و تضعیف دیگران خوشبخت شوی؟ اگر می شد امیر عبدالرحمن خوشبخت می شد، نشد. کامش تلخ رفت، با خون دل رفت، با خونخاری رفت. آدم با خونخاری خوش نمیشه، آدم با محبت خوش میشه، قلبش می شکفت و خاطرش زنده می شود. تاجک با همه برادران میتوانی خوب زندگی کنی، ازبک با همه میتوانی خوب زندگی کنی، هزاره، مردم هزاره، ملای هزاره، جوان هزاره، روشن فکر هزاره، قلم بدست هزاره، سینه هیچ کس رو مخراش و خاطر هیچ کس رو آزرده مکن، که فقط راه زندگی راه برادری است ولا غیر. عرضم رو تمام کردم، بر من میبخشید وقت از بین رفت، وقت حضرت استاد ضایع نشود. خب شاگرد خود رو وقتی اجازه داد زبان درازی کند، یک مقدار وقتش رو هم انفاق کند دیگر. به هر صورت زحمتتان بیشتر از این نمیدم، یک مقدار یاد است وقایع
بعد از عاشورا میکنم و فردا شاید آدم وارد صحنه های خود عاشورا شود. در مسیر شام و کوفه همین گونه که کاروان امام حسین میرود، خیلی ها میخوانند یک طفلک خیلی گریه میکند از دختران امام حسین. همه لشکر آمدن پیش ابن سعد، ابن سعد این دخترک آرامشو از ما گرفته. شمر و فرستاد برو دختر حسین خاموش کن، همان گونه که پدرش رو شهید کرد. حالا دیگه این وضعیت رو درک میکنی، چون میدانی اطفال در افغانستان چی کشیدن. طفلای قندوز میدانی چی کشیدن؟ او جنازه پاره پاره رو دیدی در بدخشان، در جلیز، در غزنی، در هرات، در فاریاب، در همه جا میشین این وضع از چه قراره. حال درک میکنین که فرزندان امام حسین چه کشیده. این طفلک گفت که برای من هیچی نمانده شبر. پدرم رو کشتی، اکبرم رو کشتی، عباسم رو کشتی، قاسمم رو کشتی، حتی خودم دیدم که گلوی اصغرم پاره شد. برای من غیر از گریه چی مانده که به آن پناه ببرم؟ فقط گریه برایم مانده. گفت تو رو در بیابان رها میکنم. گفتون با توست، من فقط گریه دارم و گریه میکنم. یک سیلی به صورت دختر زد، بعد دستش رو گرفت در بیابان رها کرد. آی واب آی، طفلک در بیابان می دوه، گای سنگ به پایش می خوره، گای خار پایش رو می آزاره، با هر کدام صدا می زنه، بابا حسین مامو دختره که نازدانه تویم. زینب با خبر شد کاروانم متوقف کرد، برید دخترک رو پیدا کنید، زجر آمده تا دختر برگردانه. آمد آمد یک جا دید ای دخترک دست زیر سر گذاشته و روی خاک خوابیده، تازیانه کشید به پشت دختر نواخت. دختر از خواب جست، ظالم چی میکنی؟ بدن علیل من تاب تازیانه ندارد. گفت برو کاروان منتظره. دختر جلو میدوه، ای ظالم با اسب از پشتش میتازه. یک جا دید دختر به زمین نشست، آستین پاره کرد. دختر میخوایی چی کار کنی؟ ظالم پای اسبت عقب پایم رو زخم کرده، آستینه به پایم میپیچم. عاطفه‌اش تحریک شد، دختره پشت سرش سوار کرد، اسب میتاخت. دیدی دخترک آیسته آیسته کمربندش رو بوسه میکند. گفت دختر حسین خیلی به من علاقه پیدا کردی، دربارت ترحم کردم، سخن ختم من است. گفت ظالم تو دشمن منی، تو رو دوست ندارم. ولی وقتی اکبر میدان رفت، ای کمر بابا، ای کمر بند بابایم حسین به کمر یک جهان گردید.